آمیزه معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیشوت ما رو همراهی می‌کنن. خوش آمدین آقای معماریان. چه جزئیات بیشتری از دادگاه دونالد ترامپ در نیویورک داریم؟ ببینید، این دادگاه در واقع قاضی در خصوص اینکه اون جرم واقع شده تردیدی نداره. این جلسات برای این برگزار میشه که میزان اون جریمه رو مشخص بکنن که اون چیزی که دادستان درخواست کرد تا 250 میلیون دلار هست. بنابراین از این جهت باید توجه داشته باشیم که جلسه که آقای ترامپ در شرکت میکنه خیلی مهم هست، چون میتونه که باعث بشه که یه بخش زیادی از ثروت خودش رو در این دادگاه از دست بده. در این جلسه که برگزار شد آقای ترامپ تلاش کرد که به قاضی حمله بکنه و در واقع به یک نحوی جلسه دادگاه رو تبدیل کرد به اون فضای سیاسی که در مبارزات انتخاباتی خودش، جلسات سخنرانی خودش در میان هواداران خودش داره. ولی خب این باعث شد که قاضی بارها جلوی آقای ترامپ رو بگیره و ازشون بخواد که فقط به سوالات جواب بدن. مشخص هستش که آقای ترامپ استراتژیش از شرکت در این جلسات این هستش که افکار عمومی رو جلب بکنه، هوادارهای خودش رو به این مسئله توجهشون جلب بکنه که از نظر ایشون این دادگاه سیاسی هست و در ادامه همه حملاتی هستش که دموکرات‌ها و یا سیستم قضایی علیه ایشون داشته. بنابراین از نظر حقوقی مسئله این هستش که فقط الان باید ببینن که جریمه چقدر هستش و در طی روزها هفته آینده مشخص خواهد شد. ولی از نظر آقای ترامپ در واقع این یک بخشی از اون تصویر بزرگتر مبارزات انتخاباتی هست و ازش واقعا استفاده میکنه برای اینکه اعتراض خودش رو نسبت به این دادگاه نشون بده و اینکه هواداره خودش رو بسیج بکنه در کنار خودش برای انتخابات ریاست جمهوری. ولی از نظر حقوقی این پرونده میشه گفت تموم شده هستش، پرونده مدنی هستش که آخرش باید به جریمه خواهد با جریمه تموم خواهد شد و حالا سر اینکه میزان چقدر خواهد بود دادگاه این جلسه رو برگزار میکنه که مشخص بشه که خود آقای ترامپ در این تصمیمات نقش مستقیم داشته، آیا قصد داشته که این کار رو بکنه و میزان دخالتش در تصمیماتی که مربوط به این تخلفات هست چقدر هست. برای این تعیین کننده خواهد بود در اینکه میزان جریمه چقدر هستش. آقای معماری، همونطور که شما هم گفتین، خب دونالد ترامپ خیلی عادت داره که این دادگاه ها رو یه طوری نشون بده که سیاسیه و بر علیه اون هستش، برای که هوادارانش رو ترغیب بکنه به اینکه این مشکل سیاسیه، در حقیقت ایشون خلافی رو مرتکب نشدن. آیا فکر می‌کنید با این حال میتونه تأثیری داشته باشه بر روند انتخابات، بر طرفدارانشون و یا حتی مخالفانشون برای انتخابات پیش رو؟ آقای ترامپ با این کیفرخواص مدنی مواجه هستن، با چند تا کیفرخواص دیگه کیفری مواجه هستن. تا الان آقای ترامپ تونسته که با توجه به پرونده های مختلفی که داشته، اتهامات مختلفی بیش از 90 تا اتهام علیهشون اقامه شده، سعی کنه که مجموعه این اتهامات رو، دادگاه ها، کیفرخواست ها رو یک جوری یک حمله سیاسی به خودش بدونه و واقعا تونسته که طرفدار خودش در ایالت های مختلف بسیج بکنه پیرامون این نوع پیامی که داره. ولی مسئله اصلی هستش که آیا هیچ کدوم از این پرونده ها، این دادگاه ها منجر به گرفتن حکم خواهد شد، حکم محکومیت خواهد شد؟ در آخرین نظرسنجی که روزنامه نیویورک تایمز انجام داده، 6% حداقل گفتن که از کسانی که در ایالت‌های بسیار حساس، 6 ایالت بسیار حساس آمریکا هستن، گفتن که اگر آقای ترامپ، گفتن آقای ترامپ رأی خواهند داد اگر که ایشون کاندیدا باشند، ولی اگر که ایشون محکوم بشن به ایشون رأی نخواهند داد و به نفر دیگری از حزب جمهوری خواه رأی خواهند داد. بنابراین محکومیت آقای ترامپ در دادگاهی که پیش روشون هست، از جمله دادگاهی که مرتبط هست با حمله به کنگره آمریکا در 6 ژانویه سال 2020، این دادگاه در ماهای اول سال آینده برگزار خواهد شد. بنابراین اگر محکوم بشن اون موقع وضعیت متفاوت خواهد شد و میتونه که تاثیر بذاره در روند انتخابات. این مسئله‌ای هستش که بسیاری از کاندیداهای
دیگر جمهوری‌خواه در واقع روی این مسئله حساب باز کردن، چون که در انتخابات ریاست جمهوری در میان کاندیداهای جمهوری‌خواه آقای ترامپ بلا منازع هست برتریشون، فاصله‌اش با نفر دوم بسیار زیاد هست و هیچ شانسی افراد دیگه ندارن. تنها شانسی که افراد دیگه خواهند داشت مثل خانم نیکی هیلی یا دی سانتوس فرماندار فلوریدا این هستش که آقای ترامپ به یک نحوی از رقابت خارج بشه یا به خاطر محکومیتی که ممکن است بگیره باعث بشه بخشی از هوادارانش، بخشی از جمهوری خواهان نخوان به ایشون رأی بدن و از این جهت شانسشون بالاتر خواهد. بنابراین مسئله تعیین کننده اینجا هستش که آیا در دادگاهی که پیش رو هست ایشون محکوم میشه یا محکوم نمیشه، اون میتونه تعیین کننده باشه. همون که همراهمون بودین امید معماریان، روزنامه نگار و ترگر سیاسی ادیتروج.